اینتر پیشنهاد کیهونی چلسی رو رد کرد. سبب در چیست؟ نیمار باز در مرکز مسخره و تنقید مخلصان قرار گرفته است. عکسای او از این صورت در اینترنت پخش شدند. آنچلوتی اوید ترانسفر رونالدو باریل جواب انیق داد. مخلصان دستم در کنار نموندند. این و دیگر خبرها در برنامه امروزه. سلام دوستان، شما قرار دارید در کانال میدان تیجی و چون هر وقت با شما من میرزویر گیروف سخن رو دروز نمیکنیم و برنامه رو آغاز مینماییم. در واقع بیایید دانش فوتبالی شما رو بسنجیم. در کامنتری نویسید که این معلومات درباره کدام فوتبال باز است و سوال گذشته ما اولین شده تویچی کامولف جواب درست داد. و چون همیشه باید خاطر رسون کنیم که دوستان ما از ایکس با پروموکد میدان برای همه تا 100 دلار بونوس آماده کردند. اکنون تماشای بازی‌های دوست داشتنی‌تان باز هم جالب‌تر می‌گردد، زیرا برای رقابت‌ها همیشه کوفیسیانت‌های بلند پیشنهاد کرده می‌شود. سلکای بازی در کامنتاریا. چلسی به آرزویش نرسید. کوشش‌های بی‌شماری آریستوکرات‌ها برای به دست آوردن ارلینگ هالند یکم نتیجه ندادند. دورتموند نمیخواد از حملگر خود جدا شود، زیرا چند پیش جیدن سانچو دسته رو ترک کرده بود و رفتن حملگر نروژی هم به هیئت زنبرها تاثیر کلان خواهد رساند. از این سبب چلسی نماینده های خود رو از آلمان راست به ایتالیا روان کرد. آنها اونجا با اینتر اوید خریداری رامیلو لوکاکو گفتوشوند کرده ایستادند. اینسایدر مشهور ایتالیوی فابریتسو رامانو اوید این گفتوشوند خود در پخش مستقیم خود در تویچ معلومات پورا داد. ما با رامانو باوری داریم، بنابراین بیاید بفهمیم که او این حالات رو چگونه شرح میدهد. فابریتسو میگوید که با چلسی حملهگری مرکزی ضرور است و لوکاکو آموده است به این دسته گزارش کند. چلسی 100 میلیون یورو و بالای این حمایتگر خود مارکوس آلونسو را پیشنهاد کرده است، اما اینتر این پیشنهاد را رد نمود. مشکلی در شردومه لاوتارو مارتینز بوده است. اون بعد دو سال به انجام میرسد و معلوم نیست که طرفها همکاری را ادامه میدهند یا نه. بنابراین اینتر با در نظر داشت ریسک از دست دادن لاوتارو نمیتواند لوکاکو را فروشد. آنها میتوانند یک بار از دو حملهگر اساسی خود محروم شوند. در آخر رامانو قید کرد که بازار ترانسفر رو پیشگویی کردن مشکل است. احتمال گزارش لوکاکو با چلسی خیلی کم باشد هم اما وجود دارد. انا همین گونه فابریتسو رامانو گزارش لوکاکو رو با چلسی شرح داد. اگر اینتر 100 میلیون و بلوش مارکوس آلونسو رو قبول نکرده باشد، پس خواهش جدا شدن از رامیلو رو ندارد. بهتر می شود که چلسی وریانت دیگر رو از نظر گذارند. هر تا بیستم وقت فوتبالبازان به استراحت می روند، از آنجا صورتهای عجیب آنها رو ما در اینترنت می بینیم. مثال وزن زیادتی گرفتن فوتبالبازان یکی از موضوعهای اساسی در دوره استراحت آنها می باشد. در سالهای گوناگون گانسالو ایگواین، ادن ازار، لوئیس سوارز و گنری مختاریان رو بسیار بد فربه شدنشان مخلصان تنقید و مسخره می کردند. این تابستون باشد همه شکم کلولای ویلیان را محکمه میکردند. فوتبالباز از استراحت برگشته در بازی دوستانه ضد خیبرنیان اشتیاق کرد و شکم کلونش بسیار به چشم میرسید. اکنون باشد نوبت نیمار آمد. ژورنالیستان حملهگر برزیلی را هنگام استراحت به نوار گرفتند و در عکس دیدن ممکن است که چیتر او فربه شده است. این عکسها در حال در اینترنت پخش شدند. مخلصان در حال در این باره شوخیهای زیاد ایجاد کردند و البته در این حالتها به مقایسه نمیشود. نیمار 29 ساله رو با مسی 34 ساله مقایسه کردند. به هر حال حملهگر برزیلی هیچگاه با لیو برابر شده نمیتواند. هم از جهت هنرنمایی، هم از جهت آداب و رفتار و هم از جهت اهمیت به سلامتی و بدن. انا بدنی رونالدو 36 ساله باشد هم از مسی و هم از نیمار زیباتر است. برای کریستیانو فیگورای زیبا داشتن مثل هنرنمایی خوب در میدان حتمی است. او به این چیز نمیتواند. عموما اگر اوید نیمار گپ زنیم، پس موسم خیلی هم بد رو پیسر کرد. با پسیج چمپیونی رو در لیگ یک از دست داد. نتوانست غالب لیگ چمپیونو شود. انا در منتخب باشد در فینال کوپا امریکا از ارجنتینا شکست خورد. پس از این قدر غم و غصه و با تمام صنعتش استراحت کرده ایستاده است تا به براری های خود رو فراموش کرده کمی به خود آید. دیروز موضوع بازگشت رونالدو باریال یک بار فضا اینترنتی رو بلرزه آورد. ما هم از دیگران قفا نمونده و این خبر رو برآوردیم. اما بسیارها در کامنتار سخنهای گوناگون نوشتند گویا ما خبرها رو از خودمون ایجاد میکرده باشیم. وظیفه ما خبر دادن معلوماتی است که در اینترنت میبرایند. حتی ما در برنامههایمون سکرین شات های نشریه ها رو میگذاریم تا شما باوری حاصل نمایید که این خبر رو ما از خودمون نبرآورده ایم. بنابراین پیش از سخنهای نوجو و حقارتو نوشتن اول اندیشه کنید. موضوع بازگشت رونالدو امروز جواب عنیق خود رو پیدا کرد و ما نمیتوانیم خلاصه‌اش رو نبریم. اون منچتابری که دیروز گفته بودیم پرزیدنت دسته شونا فلورنتینو پرس زیدی بازگشت کریستیانو باریال است. او چون میشمارد که دسته باید جوان کرده شود و بازگشت رونالدو یک قدم به قفا است. همچنین خبر داشته بود که از آنچلوتی عملی شوی این ترانسفر رو بستگی کلان دارد. او میتوانست فکر پرس رو عوض کند، اما پاپا کالو هم نمیخواد با فلورنتینو در این باره بحث کند. ترنر اوید بازگشت رونالدو چنین گفت:
Ман ба Роналдо бастагии калон дорам. Носибати мо хело хуб аст, аммо наметавонам оиди футболбозони гап занам, ки бо дастаи дигар шардома доранд. Гузариши у Бариал, агар аз ман вобастаи буд, ҳамаи дарҳои дастаро барояш боз мекардам. Аммо чунин қарорҳоро президент ва директори варшии дастаи баруранд. Анчоти ба ин масъала худро хуш кардаи нест ва ин маънояро дорад, ки мо Роналдоро дар Реал нахоҳем дид. Боло ин мухлисони дастаи шонам хоҳиши бозгашти Криштиану надоранд. Ҳарчанд ки ин хело зебо хоҳад буд ва ҳатто бисёр аз футболбозон омӯдаан Роналдоро бо оғӯши кушод пешвоз гиранд, аммо мо кӯшиш карда истодаем дар даста бозсозӣ кунем. Бинобар ин харидории Криштиану як қадам ба қафо хоҳад буд, менависад яке аз мухлисон. Агар онҳо болои Роналдо, Дибала ва Деликтро ҳам диянд, пас мо розием, мегӯяд як мухлиси дигар. Ва чунин фикру ақидаҳо оиди он, ки Роналдо дигар ба Реал дар кор нест, аз ҷониби мухлисони дастаи шона хело бисёранд. Аэс хабар дода буд, ки Криштиану худаш мехоҳад ба Реал баргардад, аммо агар ӯ ин суханҳои мухлисонро хонад, худро чӣ гуна ҳис мекарда бошад? Охир ӯ легендаи даста буд. Барои мисол, агар Бел ва Азаро Реал фурӯшад ва ба ҷои онҳо Роналдоро харидорӣ кунад, натиҷаҳои даста 2-3 баробар беҳтар мешаванд. Ба ҳар ҳол баъд иқрор шавем, ки агар Роналдо дастаашро иваз кардан хоҳад, аз PSG ида варианти беҳтаре нест. Ба ҳамин тавон, дӯстон, агар аввалин бор дар ин канал бошед, ҳатман об нашавед, ки аз видеоҳои андаи мо қафо намонед. Бо шумо будам ман, Мирзоёр Гайруф. Хай!